خودکشی یک تازه عروس در دایکندی. تنش‌های داخلی طالبان در پنجشیر. مدیر استخبارات طالبان در پنجشیر بازداشت شد. میزبانی جبهه مقاومت از سیاسون کشور. دیدار و گفتگوی احمد مسعود با مارشال دوستان. و در پایان اعتراضات در ازبکستان. صدها تن کشته و زخمی شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. منابع محلی در ولایت دایکندی روز دوشنبه 14 سرطان میگویند که این تازه عروس شامگاه یکشنبه در روستای نوگنبد ولسوالی گیتی این ولایت با شلیک تفنگ شکاری به زندگیش پایان داده است. یک منبع معتبر محلی به شرط افشا نشدن نامش بر روزنامه 8 صبح میگوید که این تازه عروس پس از آن خودش را کشت که بدون رضایت پدرش از خانه فرار و با یک پسر جوان ازدواج کرده بود. این سومین رویداد خودکشی در شبانه روز گذشته در ولایت‌های تخار، دایکندی و اورزگان است. تنش‌های داخلی طالبان در پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان مدیر استخبارات این گروه برای ولسوالی خنج را بازداشت کردند. منابع روز دوشنبه 13 سرطان بر روزنامه 8 صبح میگویند که این فرد قاری اسیب الله حبیبی نام دارد و از یک هفته به این سو زندانی است. به گفته منابع، قاری اسیب الله در حال حاضر در ریاست 40 استخبارات طالبان در کابل به سر میبرد. گفتنی است که ملا شمس الدین مدیر پیشین استخبارات طالبان در ولسوالی رخه پنجشیر نیز چند پیش از سوی نیروهای پشتون تبار این گروه بازداشت شد و حالا در زندان به سر میبرد. بر بنیاد ادعای منابع، حدود 15 تن از طالبان بومی پنجشیر در یک ماه گذشته از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. هرچند تاکنون انگیزه اصلی این بازداشت ها روشن نیست، اما منابع میگویند که این افراد به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدند. افغانستان انترنشنال روی برگه فیسبوکش نگاشته است: خبر فوری، تجدید قوای جبهه مقاومت. قرار است جبهه مقاومت با سیاسون سیاسی در تاجکستان یک نشست برگزار کند. گفته می شود که جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود قرار است با سران سیاسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم در تاجکستان با هم گفتگو نمایند. آرزو نوبهار روی برگه فیسبوکش نگاشته است: احمق در ایران نان خشک پیدا نمی‌کرد که بخورد، اما اینجا از کیسه ترورستان ولخرجی می‌کند. نظام الدین قیصاری، سید شمس الدین و رحمت الله ترکستانی در یک هفته گذشته که در هتل انترکانتیننتال مستقر بودند، صدها نفر را دعوت کردند، نان دادند و برای شماری از آنان محل استراحت مهیا کردند. یک منبع گفت هزینه مصارف این سه‌تن در یک هفته گذشته حدود 1,000,000 افغانی شده است. طالبان گفتند شما صرف برای 3 روز مهمان ما بودید و 3,000,000 افغانی را به عهده میگیریم. بر این اساس 7,000,000 افغانی را باید خود این 3 نفر به هتل انترکانتیننتال تحویل کنند. به نقل از منبع، ترکستانی و سادات گفتند ولخرجی کار قیصاری بوده، چون بیشتر مهمانان را او دعوت کرده بود. دیروز یک شنبه قیصاری، ترکستانی و سادات با 7,000,000 افغانی قرضداری هتل انترکانتیننتال را ترک کردند. و در پایان اعتراضات در ازبکستان. خبرگزاری رویترز دوشنبه 4 جولای به نقل از پلیس ازبکستان گزارش داد که در جریان اعتراضات در منطقه خودمختار کره کال پاکستان در ازبکستان 18 تن کشته و 243 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضات در این منطقه خودمختار پس از آن شروع شد که دولت مرکزی ازبکستان اعلام کرد که برخی از تغییرات در قانون اساسی این کشور به وجود خواهد آمد. این اصلاحات که حق خودمختاری منطقه کره کال پاکستان برای جدایی از ازبکستان را از بین می‌برد، موجب بروز اعتراضات از شهر نوکوس مربوط این منطقه شد. هرچند دولت مرکزی ازبکستان روز شنبه اعلام کرد که این تغییرات را پس گرفته، اما اعتراضات در این منطقه خودمختار همچنان ادامه پیدا کرد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. به درود.